صبح بالنده شما بخیر عزیزان، روزتون شاد، دلتون خوش. امروز بحث بسیار شیرین و جذابی داریم تحت عنوان زرنگی. ببینیم که نظر روانشناسا درباره زرنگی چیه. زرنگی معادل چه واژه‌ای در روانشناسی هست؟ چند تا آدم زرنگ دور و بر خودتون میشناسید؟ آیا اصلا زرنگی خوبه یا بده؟ روانشناسان زرنگی رو به دو دسته تقسیم میکنن: زرنگی مثبت، زرنگی منفی. زرنگی مثبت در واقع افراد باهوش و باذکاوتی هستن که قدرت تدبیر و چاره اندیشی دارن، هوشمندانه میتونن مشکلاتشون رو حل کنن بدون اینکه بخوان قانون رو دور بزنن و ارزش های اخلاقی و انسانی رو زیر پا بزنن. اما زرنگی منفی یعنی اینکه فرد میاد ارزش های اخلاقی و انسانی و قوانین جامعه رو زیر پا میذاره برای اینکه به هدف خودش برسه. در واقع اینها در حق دیگران اجحاف میکنن، ظلم میکنن در حق دیگران، اما به خیال خودشون خیلی زرنگن. مثلا طرف کارمنده اومده کتش انداخته روی صندلی، بعد میره بیرون کارت میزنه، بعد میره بیرون مسافرکشی میکنه. ارباب رجوع که میاد میبینه مثلا کت فلان شخص اونجاست، همه میگن هست در حالی که نیست، کتش هست خودش نیست، رفته بیرون مسابقه کشی یا دنبال کارهای شخصی خودش. یا مثلا به فرض ماشین دولتی رو برمیداره میره باهاش کارهای شخصی خودش انجام میده، بعد توجیه میکنه اینها رو. در واقع آدم ها عقلی سازی میکنن دیگه، رشنالیزیشن میکنن، دلایلی رو میارن که نه کار من درسته. خانمی رفته با دفترچه خواهرش عمل جراحی انجام داده، جراحا رحم این خانم رو بعد از عمل جراحی در آوردن، دو سال بعد صاحب دفترچه خودش دچار مشکل شده، رفته دکتر، حالا غافل از این که قبلا یه همچین کلکی رو زدن. یک باره جراحا بعد از عکس برداری متوجه شدن که این فرد دارای رحمه، جنجال شد، همه ریختن فکر کردن معجزه شده. خانمی رو که ما عمل جراحی کرده بودیم الان رحم داره، قبلا عملش در اومد، رحمش در اومده بود اما الان دارای رحمه. بعد کاشف به عمل اومد که بله، ایشون با دفترچه خواهرش اومده این کارو کرده. خیلی از کارهایی که ما فکر میکنیم زرنگیه در حالی که در حال آسیب زدن به اون سازمان، مجموعه و در نهایت به جامعه خودمون هستیم. چیکار کنیم که بر این موضوع غلبه کنیم و تمایز قائل بشیم بین زرنگی مثبت و زرنگی منفی؟ خب اول اینکه بد نیست شما بدونید که زرنگی معنا و مفهومش در قدیم اینجوری بوده که میگفتن کسی که میتونه زر رو رنگ کنه، یعنی زر رنگ بوده، این رو به عنوان طلا بفروشه به دیگران. یعنی پشت این ماجرا حیله‌گری و نیرنگ خوابیده. بنابراین تمایز قائل بشیم بین این که من دارم حیله‌گری و نیرنگ انجام میدم یا اینکه نه، من دارم تدبیر میزنم، چاره‌اندیشی میکنم. چه شیوه هایی رو پیش بگیریم؟ چی کار کنیم که این موضوع در جامعه ما حل بشه؟ اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که یک تغییری در بار ارزشی و معنایی ماجرا داشته باشیم. از این به بعد زرنگی منفی رو نگیم زرنگی. مثلا یه فردی خارج از صف یا عوارضی میاد وامیسته جلوتر از همه، یه جوری که مثلا فکر میکنه که به قول همه زرنگی کرده. نباید بگیم که آقا زرنگی نکن، باید بگیم که آقا اجحاف نکن در حق دیگران. کلمه اجحاف رو برای معنای زرنگی انتخاب کردن میتونه تا حدی تأثیر بذاره. دوم این که قدرت چاره اندیشی و تدبیر این افراد رو، اگه خودمون زرنگی میکنیم قدرت تدبیر و چاره اندیشیمون رو ببریم بالا. تنها راهش دور زدن و زیر پا گذاشتن قوانین نیست برای اینکه ما به هدفمون برسیم. ده ها راه دیگه هست برای اینکه بتونیم مسئله‌مون رو حل کنیم. در واقع یکی از
شیوه ها افزایش قدرت چاره اندیشیه و راه حل بعدی نتیجه گیری شتاب زده به عنوان یک تفکر غیر منطقیه که باید در این افراد اصلاح بشه. اینها دچار یک تفکر غیر منطقی هستند به نام نتیجه گیری شتاب زده، یعنی فکر میکنن که اگر این حرکت رو انجام بدن، به قول خودشون زرنگی کنن، به قول ما اجحاف کنن، خیلی بردن، در حالی که اینطوری نیست. در نهایت خود این افراد آسیب میبینن. چرا؟ یک، استرس، استراب پشت این ماجرا هست. دو، اون جامعه آسیب میبینه. یه ضرب المثل ژاپنی هست، میگه به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی سواری افتاد، به خاطر سواری لشکری شکست خورد، جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد. بنابراین اینها وقتی این رفتارهای ضد اجتماعی رو انجام میدن که از نظر روانشناسا اینها رفتارهای سوسیوپات، آنتی سوشال یا ضد اجتماع است، اینها افراد جامعه ستیز هستند. پس نوع تفکر رو باید تغییر بدیم. آخرین روش همدلی، یعنی به این فرد بگیم خودت رو بذار جای افراد دیگه. آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. روزی سرشار از انرژی، شادابی و نشاط رو برای همه تون آرزومندم. موفق و پایدار باشید. امروز هم مثل بقیه روزا میخوایم سفری داشته باشیم به یکی دیگه از نقاط جهان. امروز میخوایم بریم به یکی از زیباترین کشورهای دنیا. اسمشو بهتون نمیگم، خودتون برید ببینید و برگردید.
سخت نام.